دوستان سلام امیدوارم که خوب باشید من ام هستم و این کانال من همونطور که میدونید توی این کانال کسب کارهای خونگی رو بهتون آموزش میدم و ترفندهایی که میتونید یه سری چیزها رو توی خونه درست کنید امروز میخوام بهتون یاد بدم چطور میتونید تو ظرف چند دقیقه توی خونه بستنی درست کنید بسیار خوشمزه هستش برای بچه ها برای دور همی ها یا مهمون سرزده اگر رسیده و میخواد یه چیزی جلوش بذارید میتونید درست کنید به خامه ما نیاز داریم خب خامه ای که ما نیاز داریم خامه ای معمولی هستش خامه ای صبحانه هستش فقط ترجیحاً پرچرب باشه نصف پیمانه ما به خامه نیاز داریم خب نصف پیمانه هم به شیر خنک نیاز داریم و دمای محیط هم میتونه باشه خامه و شیرتون بهتره که خنک یا دمای محیط باشه کاملا همشون میزنیم و باید به یک بافت یک دست و سر حال خوب برسیم که بدون دوندون یا گرگرده مواد باشه بعد از اینکه خوب و دقیق همشون زدیم و یک دست شد به شکر نیاز داریم شکر رو یک چهارم پیمانه ما حداقل نیاز داریم یک چهارم پیمانه هم باید شکر به موادمون اضافه کنیم بعد از اون مجدد باید خوب خوب هم بزنیم و شکر کاملا حل بشه و به هیچ عنوان دونه دونه نباشه پودر قند هم میتونید استفاده کنید پودر خند هم خوب استش ولی من از شکر اینجا استفاده کردم بعد از اون نیاز داریم به وانیل وانیل مقدارش دلخواه هستش ولی حداقل باید اندازه یک قاشق چایخوری بزنید که خوش خوشتم بشه بستنیتون میتونیم از پودر کاکائو استفاده کنیم بله از پودر کاکائو هم میتونید برای بستنی کاکائویی استفاده کنید میتونید هم یکم دم دم کرده زعفرانی که خنک شده یه قاشق اضافه کنید که بستنی زعفرانی هم داشته باشید ولی من طعم وانیلی رو میپسندم پس فقط وانیل اضافه کردم خب حالا من همونطور که میبینید داخل یک ظرف یه دونه کیسه فریزری گذاشتم لواشو برگردوندم و شروع میکنم به کاری که در تصویر میبینید موادی که یک دست کرده بودیم و خوب 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 هم زده بودیم خیلی هم زدنش مهمه میریزم داخل این کیسه پلاستیکی و هواش رو میگیرم کامل و یک گره محکم یک یا دو گره محکم میزنم کاملا مواد هم خورده و یک دست شده این موادی هستش که میخوایم به بستنی تبدیلشون بکنیم بریم سراغ مرحله بعدی خب به یخ نیاز داریم ببینید این قالب های یخ رو من از فریزر آوردم بیرون حتما قالب های یختون تعدادش زیاد باشه که یه بستنی خوب و با کیفیت و یک دست ما بتونیم درست کنیم خب من این تعداد رو برداشتم حالا نیاز داریم به نمک کریستال یا سنگ نمکی که خرد شده باشه یا نمک های کریستال و نمک معمولی یکم کار مشکل هستش یعنی نمک آشپزی معمولی حتما از نمک کریستال یا نمک سنگ استفاده کنه اتاری ها دارن فروشگاه اینترنتی هم دارن خب نمک من نمک کریستال خیلی خیلی با کیفیت و خوب هستش و نیاز هستش که این مکعب ها رو به قطعات کوچیک تبدیل کنم و بعد اون با آسیاب آسیابشون کنم و پودر نمک تبدیلشون کنم چرا میگم از اینا استفاده کنید چون برای کار ما که میخوایم دمای یخ رو با استفاده از نمک چندین و چند برابر کنیم خیلی بهتر استش نمک کریستال خیلی بهتر این کار رو انجام میده چون ما بستنی ساز نداریم و میخوایم به وسیله کمک کردن که نمک یا سدیوم رو به یخ اضافه کنیم میخوایم بستنی تولید کنیم خب بریم که من این نمک ها رو خوردشون کنم ببینید من نمک ها رو خورد کردم و به این بافت رسیدم اگه خورتر از اینم شد اشکالی نداره اگه خاکتر شد اشکالی نداره پودرتر شد اشکالی نداره ولی بهترین بافت همین بافتی هستش که داخل تصویر میبینید ریز و درشت با هم دیگه قاطی هستش بریم سراغ مرحله خیلی خیلی مهمه درست کردن بستنی خب یه دونه کیسه فریزر محکم بر میداریم. و یخ ها رو میریزیم داخلش سعی کنید آب اگه یخ ها آب شده اون آب رو نریزید خیلی مهمه فقط و فقط یخ ها باید ریخته بشه داخل کیسه وقتی یخ ها رو ریختیم بعد از اون پودر نمک یا اون نمک های کریستال رو باید بهش اضافه کنیم همونطور که میدونید ترکیب نمک با یخ باعث میشه که به یک نقطه انجماد فوق العاده برسه که یخ به تنهایی اصلا به اون نقطه نمیرسه این از نظر علمی هستش نمیخوام راجعش توضیح بدم که ویدیو خیلی طولانی بشه خب حالا چیکار میکنیم وقتی که نمک ها و یخ ها کاملا به خورده هم رفتن یکم تکونشون دادیم اون کیسه ای که مایه اون را داخلش بود رو میذاریم روی یخ ها و سر کیسه رو کاملا گره میکنیم اگر که میدونید ممکنه پاره بشه دو از دو تا کیسه استفاده کنید خب بعد از اون که کاملا گره کردیم نیاز هستش که به مدت 5 تا 6 دقیقه کاملا اینو به حالت شیک زدن تکون بدیم و بعد از این مواد داخل بستنیمون مواد بستنیمون به بستنی تبدیل میشه سفت میشه جامد میشه و کاملا به تبدیل به بستنی میشه حتما باید 5 6 دقیقه کامل اینو شیکش کنید و این باعث میشه که مواد مایعتون به جامد و بستنی تبدیل بشه اگر که نخواستید این کار رو انجام بدید میتونید حداقل یک ساعت داخل فریزر بذارید همین بسته رو و بعد بستنی رو تحویل بگیرید خب من بعد از حدودا 8 دقیقه که مواد رو کاملا هم زدم پو... کیسه رو پاره کردم و بستنی رو آوردم بیرون ببینید ببینید با 8 دقیقه هم زدن مداوم این بستنی رو به من تحویل داده کاملا فشار میدم که بافته بستنی رو ببینید کاملا بستنی کاملا مثل بستنی های بازار شده و آماده سرو هستش رو در درجه کالاکیسا رو پاره میکنم بستنی بافتشم رو بهتون نشون میدم که ببینید بافتش رو خب اینم یه ظرف سرو خوشگل که من داخل خونه داشتم و میخوام بستنی رو داخل این بریزم که کاملا ببینید چقدر شیک و خوشگل میشه خب دوستان عزیزم اینم بستنی رو با آقا شخ ظرف کردم و میتونیم جلوی مهمون بچه ها بذاریم خیلی خیلی خوشمزه ارزون در اومد و بسیار بسیار با کیفیت با هر تمی که خواستید و مطمئن هستید که مواد نگه نداره در ضمن داخل همون کیسه ای که بهتون گفتم میتونید تا چند ماه داخل فریزر نگه دارید حتما کیسهش کاملا گرهش محکم باشه که خراب نشه و تا دو ماه هم میتونید نگه دارید با خیال راحت اگر که دوست داشتید حالت زعفرونی بگیره بهتون گفتم میتونید بهش رنگ یا زعفرون دم کرده خنک شده هم به همون مرحله که گفتم اضافه کنید دوستان عزیزم ممنون میشم که ویدیو رو لایک کنید حتما سوالی اگه بود کامنت کنید جواب میدم کانال رو سابسکرایب کنید دوستان عزیزم بنابراین شد که چون لایک های کانال اومده بود پایین قرار شد از این به بعد تا یک ویدیو 100 تا لایک نخورده ما ویدیوی بعدی رو نذاریم پس ممنون میشم حتما ویدیو رو لایک کنید خدا نگهدارتون